یا حاج قاسم گفت بابا اینجا حرمه، چرا نمیفهمی جمهوری اسلامی الان بخوره زمین ظهور عقب میفته؟ چرا حالیتون نیست؟ این خود حرمه الان، تو خادم حرم باش، حالا بعضی با پول بعضی بی پول. کسی که در جمهوری اسلامی دزدی میکنه مثل اون احمقی است که دست میکنه توی ذریع پول برداره. چقدر اون تو چشم اون کار. حالا اینجا شما جایگاه یه کسی مثل امام خمینی براتون در میاد که چه کرده. به نکته آخرم، تفاوت امام و رهبری نسبت به علمای دیگه، با تمام احترامی که من قائلم برای بزرگان مراجع ما خاک پاشونم نیستیم، تو همین نگاه تمدنیه و تو همین روی کرده تمدنیه و تو عمل کرده تمدنیه که سوریه اینجا مسئله یه کشور عادی نیست، متوجه نیستی؟ سوریه بخشی از پازل ظهوره. من باید کنار مدیترانه و شمال اسرائیل باشم، باید از این به هر قیمتی. بعد طرف رفتاد بالا منبر صحبت کرد که ما در سوریه نباید حضور پیدا بکنیم، در آنجا علوی ها بشار اسد با سلفی ها با هم درگیر شده، اینا جفتشون با ما ربط نداره، ولی باشیم نگاه کنیم بقید. تو خدای نگه رهبر مملکت بود هیچ ظهور و مغرور که اصلا ول کنه، هیچ ریخته بودن الان توی تهران داشتیم، الان ما داینود به نبودیم داشتیم برمز کدوم کجا سنگر بسته بودیم. تفاوت تو اینه. در اونجا میاد طرف مثلا به امام حسن میگه که باید به جنگی. تو چه میفهمی آخه؟ باز نمی جنگیدن؟ می جنگیدن و تو شده می جنگی. نمی جنگیم امیرانو گفتم بس دیگه من نجنگ دیگه من نمی جنگیم داد بجنگ. تو زمانی که این مسئولین موشکی ما رفتن دیدار رهبری که آقا ما این توانمندی رو تا اون موقع هر جا رسیده بودن راستشون توضیح میدادن، ایشون گفتش که حواستون باشه اینا که میگید خیلی خوبه، اما رو ایمان نیروهاتون کار کنید، اون سلاح استراتژیک اینه، ما نباید از این ور بوم بیافتیم نبادم چی از اون ور بوم، هر دو تا با هم، یعنی نیروی مؤمنی که دنبال چیه به دست آوردن بهترین اسلحه هاست، این کار درستی. واسطه گناهانی که مردم من تأکید میکنم انجام میدهند، گناهان کبیره است، دست شیاطین تو زندگی مردم بازتر میشه، چون دست شیاطین بازتر میشه کارهای بیشتری انجام خواهند، یعنی میفتی متأسفانه رو دور و لوپ نکبت. گناهای کبیره دست اینا رو بازتر میکنه، شیاطین انس ابزار گناه کبیره فراهم میکنن برای اینا. قرآن میگه اینا به هم کمک میکنن. آقا اصلا شما دنیا رو به قبل و بعد کرونا تقسیم کنید، شما یه بار دیگه برید پیام رهبر انقلاب رو در آغاز کرونا گوش کنید که ایشون اشاره کردن به چی؟ به کمک شیاطین جن و انس به هم. اینا موجب کثرت هم میشن، آقا قرآنش اینه، کسره رو استفاده کرد، یعنی همافزایی. وقتی اینا اهل گناه کبیره شدن، ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین میتونن بر اینا وحی بکنن، بر اینا الهام کنن. ببینید چی میگین، یه هویت شیعی دارن، یه نگاه ملی دارن، اگه این دوتا با هم ترکیب بشه، این همون چیزی که شهید مطهری میفهمه، خدام متقابل اسلام و ایران، اون چیزی که رهبر انقلاب بذارید اگه تو صحبت‌های من بشه صحبتشون یه نفر میگه آقا ما برای اسلام داریم می‌جنگیم یا برای انقلاب، ایشون با لباس نظامی تنشه، یا این حرف این سوال از بی خلطه، ما جفت اینا یکیه. خب روی کرده امثال ما هم همین بوده در این سوال که کسایی که به یکی از اینا میپردازن اون یکی کنار میذارن اشتباه، من نمیگم خیانته، میگم این آدم تحلیل درستی نداره، تحلیل خامی داره، تکبودی نگاه، آره اصلا غلطه، به نفع دشمنه. شهید مطهری متوجه شده مثلا خدمات متقابل اسلامی داره، اینا از اندیشه انقلاب دورن و رفتاری که انجام میدن رفتاری میشه که ضد کشور میشه، ضد انقلاب هم میشه، مردم از انقلاب زده میکنه. یا ببین دیگه بیشتر از این تحریمی دیگه نمیتونستم بکنم، نمیشه دیگه، چیکار کنم؟ اوضاع سخته، پس اگر اون روز
دارن توی یمن چک میخورن، تو فلسطین چک میخورن، تو عراق چک میخورن، سیلی میخورن. این اراده مردم بود. ما اراده کردیم دنیا رو تغییر بدیم، خون دادیم پاش. اونا هم که با همونن دارن خون میدن. این اصل واقعیته، این واقعیته. آقای من نمیگم که ترامپ داره میگه، میگه 9 تریلیون دلار تو خاورمیانه خرج کردیم، باید جمع کنیم بریم. 9000 میلیارد دلار. اصلا من میتونم صفرش بشم. به ریال تبدیل کنی که هیچی دیگه. الان هم نگاه کنی از آغاز توفانات قبلش روزی نیست به پایگاه نظامی آمریکا حمله نشه. همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، حمله کردن به سفارت آمریکا تو بغداد. پشتم اخبارش میگم بستن منطقه سبز رو به خاطر اینکه از فرمانده 8 شبی رو با پهباد قتل کردن، به شهادت رسوندن. و جمع کنه بره. یعنی شما خود رهبری رو بذاری کنار دیگه نمیبینید تو کسی. ببین ایشون آدمی که تو دوره رهبری خودش نشون داده اصلا دنبال جنگ نیست. اصلا یعنی گزینه آخرش بود. دو سه مرتبه خواستن ایران تو دام جنگ بندازن، قطعی شد. بیشتر برخی از مسئول میگن چندین مرتبه بود که ایشون نمیذاشت و با سیاست ایران از ورطه جنگ بیرون میبرد. بالاخره شما به جنگی 4 تا میزنی 4 تا میخوری دیگه. خب برای اون حالت ایدئال. دو تا حکومت شیعه تو منطقه، دو تا حکومت شیعه نه، یه حکومت شیعه، دو تا کشور شیعه در منطقه 8 سال با هم جنگیدن. ایران عراق به نفع کی بوده؟ یه ملعونی رو اونجا آوردن سر کار اسم صدام. اینا دقت دارین؟ ایشون با این وجود که همچین مشی داره تو ماجرای سوریه، تو یعنی تو ماجرای شامات محکم وایسته. این رئیس جمهور بخای احمدی نژاد اصلا قبول نداشت که ما تو سوریه باید بشار اسد بمونیم. به هیچ وجه قبول نداشت. میگفت قطعا بشار اسد سقوط میکنه و ما باید با دولت‌های بعدی سوریه بریم ببندیم از الان. متوجه؟ یعنی اینکه سهمی داشته باشیم توی ارتباط با اونجا و فلان. و دولت‌های بعدی یقینا دولت‌های 100% امریکایی بودن که مثلا توجهی به ما نمی‌کردن. چه حالا من ارتباط برقرار کنم؟ ما متأسفانه هم در دوره احمدی نژاد هم در دوره روحانی همراهی متأسفانه بابت جنگ ما در سوریه کاهش پیدا کردن. در دولت روحانی پول نمی‌دادن. خیلی عجیبه. من حال آقای احمدی نژاد این ایام خیلی برای من جالبه. آدمی که بحث هولوکاست رو مطرح کرد و اون بحث رو جهانی مطرح کرد، بالاخره جمهوری اسلامی بابت این حرفا هزینه هم داد، امروز میتونست یک نقش کلیدی جهانی داشته باشه. همین امروز. امروز باید فرصت سرخاروندن نمیداشت از این کشور و اون کشور در بس بشه. جز اینه؟ امروز وقتش بود که بگه دیدید گفتم اینا کیان؟ میبینید توی 2 ماه چقدر دروغ گفتن این سر؟ ببینید تو کل تاریخ چقدر دروغ گفتن. جلو چشتون دارید میبینید، رسانه ها هست دارن دروغ میگن. بیمارستان میزنه اینو گردن اونیک. دارید جلو چشتونه. میلیون ها چش دارن میبینن. دروغاشون رو دارید میبینید، ظلم اینا رو دارید میبینید. 4 تا تظاهرات طرفدارای فلسطین تو دانشگاه امریکا کردن، رئیس دانشگاه رو کشوندن دادگاه. رئیس دانشگاه چرا این دانشجو مت من چی کار کنم؟ من بگیرم بزنم دانشجو رو یه قصه برام درست کنی، نزنم یه قصه درست میکنی. اینی که جلو چشتونه ببینید دارن چیکار میکنن. بعد یارو داره میگه جنگ جهانی دوم چیکار کردن. 2000 سال پیش فلان پیغمبر چجوری بود؟ 2500 سال پیش شما هخامنشیان، شما ایرانی اینجوری بودی یا اونجوری بودی؟ امروز میتونست یه کسی مثل احمدی نژاد چطور اثر جهانی داشته باشه؟ کو بحث از مهدویت و امام زمان، بحث از مهدویت و امام زمان به حرف نیست. تو عمق استراتژیک ذهنت و قلبت و ایمانت و اعتقاداتت چیزی باید بشینه.